به شم هشم نعسه و نسلی اخ تورا سیوالانو مشه مراشا قهیلت یعقوب بزرت هشمید بارخ صفحه 227 یلقوت یوسف 2 سیمان تاورش واف 606 تویلا به عرب یوم کیپوریم. تویلا در روز جمعه کیپور. الف مینهای خوبی است که تویلا کنه در جمعه روزی کیپور در مکان در میقوه پاک و تویلا کنه بعد از ساعت پنجم، یعنی پنج ساعت زمانی از روز گذشته، و اگه غیر ممکنه او ساعت لااقل بعد از اینکه دیگه روشن شد صبح، یعنی طلوع آفتاب شده، و تویلا کنه در و رسم دارن که تویلا کنن در جمعه روزی کیپور که شبیه بشن به ملعخه حشارت، و میفرماید که فقط براخان اگه بر این تویلا، به خاطری که از دین نیست، این از قانون و هلاخا نیست، بلکه از قانون مینهای تورت مینهای، و براخان میگه نشقید شان و میستا و سیوانو که به ما دستور داد خداوند، و بگیم بر مینهای، بر مینهای ما براخا نمیگیم. بت میفرماید که اگر نمیتونه تویلا کنه در میقوه به خاطر ضعف یا ناراحت میشه از این، بریزه روی خودش 10 قب آب، یعنی 12.5 لیتر. و حتی آب گرم هم مجازه و امکان داره این رو توسط دوش هم انجام بده، یعنی حدود 13 لیتر آب از روش رد بشه. اینم میتونه اگه امکان میقوه نداره تأثیر داشته باشه. گیمل میفرماید که شالیخ سیبوری که میره جلو توا در روش هشانه و کیپور دستور داده شده بیشتر که از تورت مینهای که تویلا کنه در میقوه ترا، که میخواد جماعت رو از انجام وظیفه در بیاره با پاکی و طهارت. یعنی تو که شالی هستی بود هستی بیشتر دقت کن رو این مسئله که حتما سعی کنی که میقوه بری. دالت با وجوده که از دین سخت نمیگیرن بر چیزی که فاصله میندازه خصیصا میشه در تویلای جمعه روز کیپور که ما که نیست، بلکه مینهاک تو میکل مقام خوبه که دور کنه هر چیزی که خصص میشه و خوبه که ناخوناش بچینه بچینه که چیزی فاصله نیندازه. میگه ببین این تویلا با تویلای خانوما خیلی تفاوت داره و اینجا برای آقایون خیلی ساده تر و آسون تره. سخت نمیگیریم حالا مثلا یه چیزی رو بدنش باشه، ولی با وجود همه اینا چون که از مینهاگه، ولی مالی خانوما از اجبار دستور توراست و خیلی مهمه. مزالک برای آقایون میگیم بهتره که تمیز باشه، هیچ خصیصایی هیچ مانعی رو بدن، هیچ فاصله بین بدن و آب نباشه و ناخنش هم خوبه بگیره که مسئله خصیصا به وجود نیاد، بهتره. ولی برای خانوما اصلا در مواقعی میگیم دوباره باید بره تویلا و این مسئله ساده ای نیست. برای خانوما ایسور کارت داره اگر خدایی نکرده رعایت نکنن، ولی برای آقایون مینهای براخام نداره و حالا اونچنان هم سخت نمیگیرن، ولی خوبه که ناخونا چیده شده باشه، تمیز باشه، رو بدن هیچی نباشه. هه اصلا که راست دارن ویدوی بگن در میان میقوه در جمعه روز کیپور، لیکن بر اوناست که مواظب باشن مبادا اسم هشم رو اونجا بیارن، حتی اگر سرشون پوشیده است و آسوره اسم هشم تو میقوه نمیتونه بیاره چون قلبش بریتش رو میبینه آسوره. صد البته در اتاقی که تویلا هست در زمان ما که معمولا آب گرمه و این آب گرم بخار و امدار کثافت به همراه داره و دینش مثل توالت خواهد بود و آسوره که اونجا اسم هشم بیاره، حتی اگر ویدوی هم بخواد بگه بدون اسم هشم چون موضوع میسواس اقراریه به گناه و قبول کردن تشوبه در محل کثیف انجام نده، بنابراین خیلی بهتره که اقرار نکنه در اون اتاقی که تویلا هست و میقوه هست. پس بنابراین اینجا ما یاد میگیریم که تو آب که هست اون اتاق میقوه آنا نخونه اسم هشم که 100% نیاره، ولی بازم اقرار به گناه هم اگر تا بدون اسم هشم باشه چون که مسئله میسواس چون تشوبه میکنه اقرار میکنه، اونجا خیلی بهتره که اصلا ویدوی و اقرار به گناه رو نخونه. واو میفرماید نیست کسی که تویلا کرده در جمعه روش هشانه در میقوه طهرا و باقی مونده در پاکیش برگرده و تویلا کنه جمعه کیپور به عنوان تشوبه، مثل یک گری که گر صدق میشه
و احتیاج داره به تبیلا، فردی که گیر صدق میشه باید تبیلا کنه. اینجا هم با وجود که جمعه روش هاشانا تبیلا کرده، میگیم جمعه کیپورم سعی کن تبیلا انجام بدی. زین میفرماید که حسب رسم دارن که ملغوت میخونن 39 ضربه با اون تسمیه هایی که هست، قلات تسمیه سباکیه در جمعه روز کیپور، و میگن ویدوی در اون زمان یعنی وقتی داره شلاق میزنه یاد بوده، فقط این نیست، فقط برای یادبود معمولی برای ملغوت که از میان این قلبش بشکنه و تشوبا کنه با قلب کامل از اون گناهی که تو دستش بوده. خط میفرماید زنی که در میان 7 روز پاکیه برای شمارشش و همینطور بتولوت دخترها تبیلا نکنن در جمعه روز کیپوری، خب خانوم هم بیان تبیلا کنن که بخوان اونا با قدوشا باشه، میگه نه دخترها که اصلا تبیلا نمیکنن، اوزنی هم که در میان 7 روز نقیمه او هم تبیلا نکنه جمعه کیپور. سیمان ترز یعنی 607 میگه ترتیب ویدوی در مینخای جمعه روز کیپور. تفیلا میخونن مینخا رو در هنوزی که روز بزرگه، قبل از سعودای مفسقت، یعنی قبل از اینکه برای تعنیت گرفتن که بهش میگن سعودای مفسقت بیان غذا بخورن، مینخاشون رو خوندن. و یاخید میگه بعد از تفیلای لخش پاسخ ایول راسوی مرفی به گیون لیبی لفانه خواهدونای سوری به گوالی، و بعد میگه ویدوی الخط مثل روز کیپور، و تیقون کردن معین کردن گفتن ویدوی به خاطری که ترسیدن مبادا خدایی نکرده اتفاقی بیفته براش و غذا که میخوره برای سعودای کیپور خدایی نکرده خطری تهدیدش کنه و نتونه اقرار کنه بعد از اون، پس اینجا قبل از که بخوره اقرارش کرده. برای ما هم توضیح میده مبادا خفه بشه خدایی نکرده دور از همه در زمان سعودا قبل از که اقرار کنه، چون که ساتان بدگویی میکنه در اون زمان. پس دلیل معین کردن ویدوی در تفیلای مینخا آخر لخش یاخید اینه که مبادا اتفاقی بیفته و نتونه بعد اقرار کنه به گناهش. پس گفتن که بیا و از قبل تو ویدویت رو بخون. شماره بت میفرماید ویدوی لازمه که استاده بگه، یک کمی خم بشه در زمان ویدوی به عنوان تواضع. همینطور هر دفعه در تفیلای روز کیپور برمیگرده شالی اخسی بور و میگه ویدوی لازمه که جماعت بیستن اقرار کنن باهاش، یعنی ویدوی باید استاده گفته بشه. نکته اول. نکته دومی که روز کیپور هم که شالی اصلی بور توی لخش میاد ویدوی دوباره میخونه، جماعت بیستن و باهاش بخونن. این نکته است. روز کیپور در خزارا جماعت ویدوی رو با شالی اصلی بور بیستن بخونن، با وجوده که توش خرید یا مصاف خودشون خوندن و بقیه قسمت های تفیلا. از الخد چه خاطانو داریم میگیم؟ الخد چه خاطانو اینا؟ و کسی که اون ضعیفه از تنید یا پیره یا چاقه نمیتونه بیسته، میتونه اقرار کنه ایستاده با تکیه دادن، تکیه بده. و در زمان ویدوی موقع میگه آشمنو با گدنو بزنه با مشتش به آرومی مقابل قلبش، اونجایی که باید بزنه تو قلبش کجاست؟ قلب آدم حدود 4 انگشت زیر سینه چپ، پستان چپ، بزنه زیر سینهش 4 انگشت زیر اون قسمت. گیمل میفرماید شلی اسیبور بر نمیگرده بر این ویدوی در مینخا. مینخای جمعه کیپور خزارا دیگه ویدوی نداره و همینطور الخط نیز در آخر تفیلاش، بلکه فوراً بعد از خزارا آوینو ملکنو میگه بچم قشید قبال میزنه که مشخص. دالت میفرماید بعد از ویدوی میگه الخط به ترتیب الف بت، و خوبه که بگه این نسخه الخط همچنین به صورت تشرق و این بر طبق قبال است. یعنی چی؟ ببینید این الخط چه خاطانو با الف بعدش بت گیمل دالت شروع میشه، یه سری اینجوریه، یه سری تشرقه، یعنی از آخر اومده، آخرین حرف تاو، قبلش شین، بعدش رش، بعدش قوف. پس یکی از اول تا آخر، الف تا آخر، یکی از آخر به اول اومده، حروف رو برای ما برنامه ریزی کرده که تمام حروف رو ما بگیم. اگر گناه دیگه هم هست که ما اینجا نگفتیم، بالاخره توی یکی از این حروفا قرار میگیره. پس بنابراین ما مثل که او هم گفتیم و میگه این که برعکسش هم میخونن طبق قبال است. شماره خط میفرمایه لازمه که بگه تمام ویدوی و الخط، چون ترتیبش حتی اگر میشناسه در مورد خودش که خطا نکرده توی خطایی که داره میگه، میگیم بازم تو چیزی که نوشته بخون. اینا گفتن خخامیم تمام اسرائیل ها
ضامن یکدیگر هستند و ممکنه تو نکردی ولی دیگری ممکنه کرده باشه، و اگر نصیحتش نکرده و میتونسته مانع بشه، گرفتار میشه به خطای او و جریمه میشه به گناهش. شالوم علیکم. شماره واو میفرماید که قطع نکنه با صحبت وسط ویدوی تا خاتمه تمام تفیلا. و میکل مقام کسی که میشنوه قدیش یا قدوشا نقدیشا جواب میده با جماعت به یه شمریم، و هستن که میگن در وسط ویدوی و الخط جواب آمنه برا خود نده، فقط قدیش و نقدیشا، چون دینه اون کسی که قطع میکنه در قرائت شمه و براخاش. بعضی ها مجاز میکنن که آمن هم بگه، و همینطور اصله که جواب میده آمن همچنین بعد از براخایی که میشنوه از رفیقش یا از شالی اخسی بود. آقا وقتی که ما داریم الخط میخونیم، آنا میخونیم توی روز کیپور، و این قسمت طولانیه، حالا شاید یه جای دیگه قدیش زدن نقدیشاخ زدن، یکی براخایی گفت، میگه میتونی نقدیش و قدیشاخ و نقدیشاخ و قدیش که میتونی جواب بدی، ولی قادش قادش منظورمونه، قادش قادش و قدیش میتونی جواب بدی، آمن براخا هم اختلاف نظره، ولی ایقار علاقاییه که آمن هم میتونه بگه، اگه رفیقش براخا گفت میتونه بگه آمن. پرانتز میگه که خزون و بده یا میمربی یا میمنورایی به امنام بیتخیلا کاتب ماران در ابتدا نوشتن ماران در آرابد یوسف ربنو مورنو در یرخونه در ماهنامه قلسینه که انجام نده بهتره و جواب نده آمنه برا خود. همینطور در یلقوت یوسف بر معدی محمود پیبا فقط در خزون ودیا فهمودن که جواب بدن، این ارتدا نظرشون بده نگه بهتره، ولی بعدی که گفتن بگه، و اینجا علاقا رفتیم روی که آمن رو بگه. زنگ میفهمد اگه اقرار کرد بلخش، اقرار میکنه و این میتوده بلخش ناخون لفاره تخت، درسته که تشریح کنه اون خطا رو تا اینکه بیشتر خجالت بکشه از خطاش، یعنی خودت که با خودت آهسته داری میخونی رسیدی به اینجا، خودت هم میدونی که این خطایی تو دستت داخل همی که داری میخونی میخوره بهش، بگو آ فلان کارم کردم، من میدونم، خدای ببخش، من اقرار میکنم فلان جا هم رفتم، فلان چی هم دیدم، فلان حرفم زدم، فلان چی هم خوردم، فلان اشتباهم کردم، خدا ببخش. پس وقتی که داره بلخش میخونه میگه اون موردی خودت هم که خودت میدونی تو اینا مشروع نیست، خودت تشریح کن و بگو. خط بیشتر بکشه خجالت. خط اوانو چه تورا شیط وده علیهم، اون گناهی که اقرار میکنه بر اونا در زکیپوری که گذشت و دیگه تکرارش نکرده، با وجود این برگرده اقرار کنه بر اونها، یعنی جامعه کیپور پارسال یا اوانی داشته کیپور پارسال توبه تشو و دیگه هم نکرده، حالا امسال دوباره داره و آونو میگه، میگه بو گوهی بی نداره، با وجوده که پارسال گفتی تشوبام کردی دیگه هم نکردی، با وجود همه اینا حالا این نظم و ترتیب رو به همش نزن و دقیقا هرچی نوشته بخون. سیمان ترخ 608 سدر سودای مفسقت، یعنی آخرین سودایی که میخوریم و دیگه قطع میکنیم. الف در سودای مفسقت یش نوعگیم رست دارن که میزنن تیکه نون رموسی رو در عسل یا در شکر میکن، مقام درسته که همچنین نمک هم سر میزش باشه، هر کاری میکردید خوب میکنید. بت لازمه که خاتمه بده خوردنش و نوشیدنش تا هنوز که روزه، یعنی آفتاب هنوز هست، شما دست کشیدید از خوردن و نوشیدن، یه جوری مدیریت کنه که خوب وقت داشته باشه، زودتر شروع کنه به خوردن، زیرا میسوا از تورایه که اضافه کنه از خل به قدش، از روز هفته به روز قدش، و همونطوری داراش کردن خزال و اینیت من نفس تخم، یعنی خودتون رو برنجونید در نهم ماه در عصر، نهم جمعه کیپور، اون موقع خودتون برنجونید، یعنی آفتاب داره که شما شروع میکنید به رنجاندن خودتون و نخوردن و ننوشیدن الی آخر. میتونه از وقتی که تاریک شد، تعمود گفته به تیشال خودش، نهم گفته چطور شروع میشه، شروع میکنه و تعلیم میگیره هنوز که روزه، یعنی نهمه آفتابم قدری هست، و از اینجا اضافه میکنه از خل به قدش، و میسوای اضافه کردن رفتار میشه در تمام پنج رنجی که ما به خودمون میدیم، خوردن، نوشیدن، شستشو، روغن مالی، کفش چرمی و آمیزش، و همینطور لازمه که جدا بشه از کار و از ممنوعیت شبوت، مواردی که از ربانانه هنوز که روزه، قبل از غروب کمی یا بیشتر دیگه هر چقدر میتونی، و زمان اضافه کردن کمی قبل از غروبه، کافی عطا به هر مقداری از تو را، مادامی که آفتاب غروب نکرده. پس 10 دقیقه، 5 دقیقه، 20 دقیقه، بی بستگی داره، یه هرچی که میتونی
یه جوری که یه جوری که شما وقتی میرسید تو کنیسا آفتاب هست، چون میخواد برخواستید هم بگید، اگه آفتاب پرید برخواستید نمتونید بگید، پس بنابراین شما باید مدیریت کنید خونتون چه فاصله با کنیسا داره، با وسیله میرید، با تاکسی میرید، دور تاکسی گیر میاد، ماشینه، جای پارکه، پس همه اینا رو در نظر بگیرید که چند دقیقه یا یعنی ممکنه نیم ساعت قبل از غروب هم شما راه بیفتید که تا تو کنیسا میرسید آفتاب باشه. به هر حال مدیریت کنید، باید آفتابدار تعنیت ما شروع بشه. شماره یک گیمل میفرماید اگه قطع کرد خوردنش رو در حالی که هنوز روز بزرگه، میتونه برگرده و بخوره هر زمانی که قبول نکرده به طور مشروع تعنیت. یعنی شما ساعت مثلا 2 اومدید نار خوردید، میخواد 4 هم بخورید، میخواد 5 هم بخورید 5، حالا 4 خوردید مثلا، تا 7 وقت دارید، مثال میزنیم، حالا دیگه شما پس وقت دیگه خودت میدونید، تا وقتی که نگفتی من تعنید میخوام باشم میتونید. بله اتفاقا گفتیم که روز جمعه کیپور بیشتر غذا بخورید. بله دالت یش نوهگیم لیخول داگیم راست دارن که بخورن ماهی در جمعه روز کیپور در شخریت فقط برای کابود روز، راست دارن بعضی ها صبح جمعه کیپور ماهی میخورن، خیلی خوب. در جمعه روز کیپور نخوره، بلکه خوراکی های سبک که راحت هضم میشه به خاطر اینکه خیلی سیر نشه و گعوا کنه موقعی که میخواد تفیلا کنه، شکمش پره پره وایستاده داره تفیلا میخونه، شکم پره پره که چوری نیست، گعوا میاره. و نمیخورن در جمعه روز کیپور چیزایی که بدن رو گرم میکنه مثل تخم مرغ، شیر گرم، همینطور نخوره سیر کباب شده و پخته شده، تو نخوره گوشت چرب و امثال این، مواد بیاد خاص بشه به حالت غری در شب کیپور، واسن که میگن همینطور دینه برای تماریم، یعنی مرسی برای تماریم، یعنی خرما که گرم میکنه بدن، همینطور خوراکایی که ادویه زیاد زدن با زعفران و سایر انواع ادویه و در سعودای شخرید امکان داره که بنوشه شیر گرم و امثال این، صد البته که با قهوه یا چای. میگه روز جمعه کیپور یه جوری باشه که خیلی هم برای تعنیت نخوره، تعنیت گرفتن، ولی یه چیزایی هم خوب نیست، البته هر کسی بر طبق اخلاق خودش باید به اصطلاح وضعیت بدنیش در نظر بگیره، ولی کلن میگه که خب تخم مرغ یا شیر گرم یا سیر پخته شده یا کباب شده اینا زیاد پیشنهاد نمیشه، و همطور گوشت چرب حالت غیری هم نیاد، یا خرمایی که بدن رو گرم میکنه، در حالی مثلا خوراکایی که خیلی گرمه، خیلی ادویه دارن، و میگه که صبح میتونه شیر گرم بخوره، در حال هر کسی اخلاق خودش بدونه و به اندازه‌ای بخوره که خوب باشه و بتونه تنیت رو به زودی به خوبی بگذرونه. واو شماره واو میفرماید کسی که ناراحت خیلی در تنیت روز کیپور میتونه بگیره قرصی که بهش میگن قلسم، یعنی تنیت رو راحت میکنه، به خاطری که احساس نکنه این همه در رنجی که باعث میشه از تنید. آقا کسی که سختشه، واقعا سختشه تنید، میتونه یه قرصایی بخوره که تنید رو براش یکم آسون تر کنه، بعد مشکلی نیست، اجازه میدن. کسی که خیلی ناراحته از تنید کیپور و به طور عادی نه. شماره زین میفرماید مزالک اون کسی که میخواد وارد بشه به کیپور، وارد کنه در روز کیپور، شیافه پزشکی به بدنش، به خاطری که راحت بشه براش رنج تنید، حتما که کار درستی نمیکنه، شلون ناخون لعصد کنست، حتما که کار درستی نیست، و فقط اگه میترسه اگر وارد نکنه اون شیاف رو، پزشکی رو به بدنش، نتونه تنید رو تکمیل کنه، یا ای که او خیلی ناراحته از تنید تا اینکه قبلا تقریبا داره ضعف میکنه، مجازی که وارد کنه به بدنش در معقد اون شیاف پزشکی را یا کپسول ویتامین، چون که این خوردن راه دهان نیست، به طور کلی استفاده از چنین شیافی پیشنهاد نمیکنه، کار خوبی نیست. حالا اگر واقعا وضعیتش خوب نیست، نمیتونه تنیتون رو کامل کنه، یا ای که واقعا ناراحته دیگه داره ضعف میکنه، میتونه شیاف هم بزنه، مشکلی نیست، چون این راه خوردن نیست و این تنیتش رو باز نمیکنه. شالوم. صفحه رش لامد 230 میفرماید که اطمانت، یعنی اطمانه کردن کده به اصطلاح، خوراکی که میخواد برای شب مسای کیپور بخوره، و آشی که میخواد شب مسای کیپور بخوره، میخواد جمعه کیپور جل کنه به اصطلاح،
نمایت مجازه که خوراکی بذاره از جمعه کیپور تا شب یک شبات رو بار باشه، بعد پلات برقی و امثال این، به خاطری که سعوداش آماده باشه برای مصاحی کیپور و این آماده کردن حساب نمیشه، که اینک آماده میکنه در روز خل و نیز در انجام دادن در روز توبه راست دارن که سخت بگیرن در مواردی که حالا مجاز از دین، ولی در این مجازه میتونی انجام بدی. یعنی شما روز جمعه کیپور میتونی کده بار بذاری، آش بار بذاری تا شب مصاحی کیپور رو باره. سختگیری میخواد؟ نه، سختگیری نمیخواد، میتونی انجام بدی. سیمان 610 روشن کردن شمع‌ها در جمعه کیپور، میسوای که روشن کنه شمع‌ها رو برای کاوه روز کیپور. همینطور میناگه تقریبا در تمام پراکندگی جامعه اسرائیل که روشن میکنن شمع جمعه روز کیپور. میکل مقام در شهری که دست دارن که روشن نمیکنن جمعه روز کیپور روشن نمیکنن. در مکانایی که روشن میکنن براخان میگن اشقیدشان مستابسانو لذیق نشل یوم کیپوریم بت، باید که براخا بگه بر روشن کردن قبل از روشن کردن. همینطور میناگه و زنی که براخا میگه بعد از روشن کردن در روز جمعه شبات یا جمعه روز کیپور، خودش رو وارد میکنه به خشاش براخا لوتالا، چون نظر اکثر پسکین و ماران شروخانا رو که اون تقانا بوده بر اصل روشن کردن. و اون چیزی که یک خاخامی ادعا میکنه که بر طبق سود بایستی که براخا بگه بعد ادلاقا، این درست نیست. از صحبت های آراب بنیش خیزار صحبت میکنه در موضوع پوشوندن چشما بعد از ادلاقا و در این هست دلیلی طبق صد. لیکن مینهاگ اشکنازه که زنها روشن میکنن شما رو اول و فورا بعدش براخا میگن، چون مینهاگشون در شبات. اینجا به ما میگه آرابد یوسف نظرشون تأکید روی دارن که اول براخا بگو بعد روشن کن. کیپور هم همینطوره. حالا تو شهر ما بعضی ها رست دارن اول روشن میکنن بعد براخا میگن، دیگه رسم خودشون دارن. ولی کلا اینجور چیزی هم هست. اشکنازی هم همینطور میانی رسم رو انجام میدن و اول روشن میکنن بعد براخا میگن. شماره گیمل میفرماید همچنین زنان موظفن دستور داده شدن که اضافه کنن از خل به قدش و مینهای پاشوته که امروز زنها قطع میکنن از خوردن در روز جمعه کیپور، هنوز که یه مقداری روز هست و میفرماید حدود ربع ساعت 20 دقیقه قبل از غروب و اضافه میکنن از خل بر قدش. و اگر اصلا زنهایی که بلد نیستن دین رو، میسوایی که بهشون اطلاع بدن بر ازدشون کنن بر این، زیرا باروخشم شکرشم دوره کاشف شده و میشنون زنها به صدای معلمینشون، و اگر بلد نیستن یادشون میدن که همچنین بر اونها هست میسوایی که اضافه کنن از خل بر قدش. و میسوایی اضافه کردن رفتار میشه در تمام پنج به اصطلاح رنجی که داریم برای روز کیپور و از کاری که آسوره حتی از ربانان. اینجا میفرماید خانوما هم زودتر تهنیت بگیرن و دست از تهنیت بکشن، دست از خوردن بکشن و تمام کارهای ممنوعه بهشون آگاهی بدن، اونا حرف گوش میدن. دالت براخانه که شیانو در زمان روشن کردنش هم در جمعه کیپور، که این براخانیست مگر برای کاود روز کیپور خودش. و اگه براخا گفت شیانو، اینا قبول کرده بر خودش روز کیپور رو و دیگه آسوره روشن کنشم. یعنی اگر ایشون لدیق نشل یوم کیپورین بگه، شیانو هم بگه، حالا جور میتونه شم روشن کنه؟ خود شیانو گفتی کیپور قبول کردی. بنابراین نیت ببنده که انجام وظیفه بده براخا شیانو در زمانی که براخا میگن شیانو تو کنیسا سفر تورا در میارن مال کل نیدره. میکل ماگم اگر میخوان سنا خودشون براخا بگن شیانو در زمان روشن کردن، براخا نگن تا خاتمه ی روشن کردن، و براخا نگن مادامی که کفش چرمی پاشونه هم تو راستوره که بخورن بنوشن و انجام بدن کار فوراً بعد از اینکه شیانو گفتن، که اینگر قبول کردن بر خودشون تو صفت روز کیپور. بنابراین خانوم ها حالا اگر کنیسا میاد، که میاد تو کنیسا با جماعت شیانو میگه یا گوش میده یا خودش میگه، اگر کنیسا نمیاد تو خونه است، شما خانم باید شمعت که روشن کردی تموم شد، هیچ کار دیگه هم نداری، کفش چرمی هم پاد نیست، هیچی هم نمیخوای بخوری، هیچ کار دیگه هم نداری، شیانو میگی، اون وقت کیپور هم هست، آفتاب هم هست. پس اینجا نمیتونه لعدیق نشل کیپور بگه بعدم شیانو بگه
بعد روشن کنش هم نمیتونه. چرا؟ چون شیان که گفت دیگه کیپور قبول کرده. شماره ه میفرماید میسوایی که روشن کنه شمع رو برای کابود شب کیپور در کنیسا و در بیت میدراشو، که ما معمولا چراغ روشن میکنیم، فهمید تو روشن کنه در بیمارستان، در کوچه های تاریک و نیز در دینیش گونه مینهایی که سخت بگیرن. آقا برای کنیسا شمع روشن میکنن کیپور، مشکلی نیست، مخصوصا قبلا که تو خیابونا نبوده نور، خیلی خوب. تو بیمارستان همینطور، مشکلی نیست. واو، میسوایی که بپوشه لباسای زیبا و تمیز برای روز کیپور، همونطور که خخامین گفتن، برای تقدس روز محترم که اون کیپوره. همونطور در گمارا شبات قفیوته تمودشون گفته لیق دوش ادونای مخوبات ز مخوبات ز یوم کیپور، این روز محترم که کیه؟ کدوم روزه؟ روز کیپوره. که نیست در اون نخوردن و ننوشیدن، گفته تو را احترامش بذار با لباس تمیز. با آورده این چنین در ریف و روش. پس بنابراین روز کیپور درسته نمیخوریم نمینوشیم، با خوراکی ما احترامش نمیذاریم، ولی با لباس، لباس تمیز و خوب. زین پرسین پن میکنن سفره رو پارچه زیبا بر میز مثل شبات، بروش هم سفره قادش میذارن. شب شبات سفرت، شب کیپور سفرت پن باشه، اصل جمعه کیپور سفرت پن کن. حالا روش خوراکی که نمیتونی بذاری، شب شبات یعنی اینو جای دیگه میذاری، ولی شب کیپور میگه سه دور بذار، تو را بذاروش. خط بلتشوهایی که پلاس میپوشه در سایر ایام سال در روز کیپور نپوشه. پلاس یه لباسی بوده که یه مقدار زبر بدن رو میخوره و این برای که یه مقدار به خودش سختی بده، کپالت عوانتش باشه. بعضی های چنین رسمی دارن، بعضی هم ندارن. گفتیم تلمود تورا جواب همه چی میده، تلمود تورا مخفر علکل. حالا میگه او کسی که بر خودش قبول کرده که لباس پلاس بپوشه کیپور بپوشه، نه. سیمان تاورش یودالف لیلیوم کیپوریم دینو کیومو، شب کیپور حکمش با روز کیپور یکیه. آلف روزی کیپور شبش مثل روزشه از هر نظر، آسوره در خوردن، نوشیدن، شستشو، روغن مالی، کفش چرمی و آمیزش. فقط خیوب کارت نداره، بلکه بر کار یا بر خوردن و نوشیدن. یعنی اگر کسی روز کیپور کار کنه، کارایی که ممنوعه، اینجا کارت داره، خوردن نوشیدن کارت داره، ولی شستشو گفتیم میخونیم بعدن، پنج تا انگشت حالا من تا اینجا شست، کارت نداره، ولی ایسور کرده. ولی سایر موضوع طبق نظر اکثریت پسخیم از ربانانه و دقیق ربان و پیروانشون و گروهشون آسور از تورا و ایقار علاقه، چون دقیقه روبه پسخیمه، یعنی خوردن، نوشیدن و کار کارت داره، بقیه کارا، بقیه ممنوعیت ها چی داره؟ از ربانان آسوره. بت هر کاری که خیابن بر اون در شبات، خیابن بر اون در روز کیپور. گم به یوم کیپوریم ادین کن، یعنی روز کیپور هم همینطوره. اینجا چی گفتن؟ شماره بت میگه که هر کاری که خیابن بر اون در شبات، خیابن بر اون در روز کیپور، یعنی اون کاری که تورا گفته شبات نکن کیپور هم نباید بکنی، هر کاری که شبات گفته پاتوره ولی آسوره، پاتوره یعنی از ربانان آسور میشه، از تورا پاتوره ولی از ربانان آسوره، روز کیپور هم قانونش همیه. حالا توضیح میده، بلکه فرق بینش، تو که میگی هرچی شبات آسوره کیپور هم آسوره، خب چه فرقی میکنه؟ میگه فرق داره، شبات ثقیلا داره، جریمه شبات سخت داره و روز کیپور کارته و تمام ایسور شبوت یعنی ربانانی که رفتار میشه در شبات رفتار میشه در روز کیپور، بر مقصهی که آسور جا به جاش کنه در شبات آسور جا به جاش کنه در روز کیپور. یالا حتی مقصهی که سخت گرفتن در اون بیشتر از بیشتر در یوم تو رفتار نمیشه در روز کیپور، بر روز کیپور سخت‌تره برای مردم و نمیان خاری بیارن بهش. بنابراین اونایی که فکر میکنن که کیپور، البته بحث وجود داره روش، ولی جریمه خیلول کردن شبات سنگین‌تر از خیلول کردن آسف شالوم کیپوره و حتی اونایی هم که از ربانانه مثل شباته، چون موارد داریم که روز یوم تو سخت‌تر میگیرن موارد مقصه، ولی میگه نه کیپور کیپور دیگه، کیپور مردم میترسن و رعایت میکنن و کوتاهی نمیکنن، برای مردم کیپور سنگینه. پس اگر پس بنابراین سختگیری های یومتوف در موارد ربانان روز کیپور نیست. سیمان تاورش یودبه 612 ایسور خوردن در روز کیپور. آلف کسی که میخوره در روز کیپور ککوته ود گسا، یعنی یک به اصطلاح خرمای درشت و اون کمتر از کبسای،
و اون مزارک آسطوره حتی به هر مقدار و خوردن دربر میگیره تمام خوراکی هایی که شایسته خوردنن و نوشیدن دربر میگیره تمام نوشیدنی ها به اضافه آب، با وجودی که هیچ گونه تغذیه‌ای و ارزش غذایی نداره. حالا اینجا به ما چی میگه؟ در چه صورت خیاب میشه؟ خیاب کارت میشه روز کیپور که کمتر از کبسا بیاد بخوره، یعنی یه دونه خرمای درشت، ولی یه ذره هم بخوره، نیم گرم هم بخوره، بازم آسوره. ولی کجا خیاب کارت میشه؟ اندازش. مثل که ما میگیم مثلا چند گرم سیانور آدم میکشه؟ 20 گرم سیانور بخوره کسی میمیره. حالا اگه 1 گرم بخوره مسموم میشه. خب معلومه 1 گرم هم نباید بخوره، هیچ ذره هم نباید بخوره. پس بنابراین اینجا یه حدی گذاشتن، آقا 10 قبوله، معلومه که بعد 20 بگیره، ولی شد 9 میگیم رد شدی برو. اندازه، حد، مرز گذاشتن براش. این برای شماره بت میفرماید کسی که فراموش کرد و براخا گفت روی یک خوراکی یا نوشیدنی در روز کیپور حق نداره چی رو بنوشه یا بخوره، بلکه میگه باروخ شم که بود من خطول اولام واید، ولی در سایر تنیزها اگر فراموش کرد براخا گفت روی خوراکی یا نوشیدنی یکم می بچشه، به خاطر که براخاش لوتالا نباشه. بله اینجا میخواد به ما چی بگه؟ میگه ببین اینجا قضیه از توراه، یعنی براخا لوتالا از توراه که نباید بگه، اسمشن بی خود به زبان نیاره. از طرف دیگه کیپور هم از توراه و اینجا کیپوره میچربه، با وجود ای که براخا گفته که آره چی هم نمیخوره، اشتباه کرده حواسش نبوده، میگیم گو باروشم که بود من خطا لولان باید، ولی سایر تعنیتا اگر چون که از ربانان اونا دیگه از خخامیمه یا از دیبره نویمه تیشابه، میگه اینا چون که از تورانیست، اگر که یه براخای گفت روی چیزی که نباید چون تعنیته یه کمی بچش که براخا لوتالا نباشه. شماره گیمل میفرماید که مجازه که به اصطلاح انفیه ببره تو بینیش در روز کیپور و فرقی نیست در اون که بویش خوبه یا خوب نیست، و همینطور مجازه که عطریات بکنه در روز کیپور و برعکس میسمه هم هست که براخا بگه بر بوی خوب مال بویدنی ها مثلا مرد در روز کیپور، به خاطر که سر تا براخاش تکیل کنه و میتونه براخا بگه بر اونا چندین بار در روز بررسی که دیگه فکرش دور شده و همینطور مینهاگه، پس میتونه روز کیپور مرد بکنه، نعنا بکنه. خب صبح دیشب بو کرده، شب کیپور که میاد بره خونه، اومده بره خونه بو کرده رفته، امروز صبح هم اومده بو کرده، حالا ظهرم یه ساعتی تعطیلی دادن رفته خونه اومده، حالا دوباره که اومده یه بارم شلوم علیکم بو میکنه، این مسئله نیست. دالت میفرماید که امکان داره براخا بگه در روز کیپور انوتن ریختو بپرد، حتی بر میوه‌ای که شایسته خوردنه، همونطوری که هست مثل سیب تپوخیم سیب و امثال یا به مثلا، و گزران نمی کنیم شاید بیاد بخورتش. خب یه سیب بسیار خوشبوی اینجا هست، شما کیپور میتونی براخاش بگی بله انوتن ریختو بپرد، خب اومدیم یه دندونی هم زدیم، میگه نه ما نمیترسیم تو دندون بزنی اگه براخای بویدنش گفتی. هه براخا نمیگن براخای بویدن بر می بوسم، یعنی آبی که معطره، یه مقداری تو این بحث وجود داره که از شک آیات براخا میخواد یا نه. مثلا شماره واو میفرماید مجاز است برای هر آدمی که ببلد آب دهانش رو که در دهانشه و هیچ گونه شک ایسوری نیست، سخت نمیگیرن اصلا. بارو خدانای لولا آمین و آمین.